خب بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. اگر اجازه بفرمایید به روال معمول من نکاتی رو به عنوان مقدمه خدمتون عرض بکنم و بعد سوالای شما رو داشته باشیم. در ابتدا جا داره ضمن محکومیت شدید حمله تروریستی در منطقه سراوان در جنوب استان سیستان و بلوچستان، شهادت 5 نفر از نیروهای مرزبانی و حافظان امنیت بومی این شهرستان به نامهای عبدالرحمن بلوچزهی، شهبخش بلوچزهی، عبدالله بلوچزهی، واحد بلوچزهی و بشیر سپاهی که به هنگام ادای نماز ناجوانمردانه به دست اشرار تروریست به شهادت رسیدند رو به خانواده عزیز شهدا و مردم بزرگ و رشید سیستان و بلوچستان تبریک و تسلیت عرض کنم. قطعاً این گونه حملات تروریستی نمیتواند کوچکترین خللی در عزم و اراده مردم غیور مرزنشین در دفاع از حریم ایران عزیز وارد نماید. به روشون درود میفرستیم. دیروز یک شنبه 10 نوامبر در تقویم سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی علم در خدمت توسعه و صلح نامگذاری شده بود و از 9 تا 15 نوامبر هم به عنوان هفته جهانی علم در خدمت صلح و توسعه. جا دارد به نقش برجسته دانشمندان ایرانی در پیشرفت علم و خدمت به توسعه جامعه بشری در دوران‌های مختلف تاریخ اشاره بکنیم که همواره مایه مباهات ما ایرانیان است. در این هفته همچنین خوب است در مورد خطرات و تبعات استفاده از علم برای جنگ افروزی و کشتار انسانها و تخریب تمدن انسانی تأمل کنیم. طی 1 سال اخیر به ویژه رژیم صهیونیستی با حمایت همه جانبه آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی از علم و فناوری‌های نوین برای پیشبرد طرح نسل کشی ملت فلسطین و نام کردن منطقه غرب آسیا سوء استفاده کرده است. انفجار پیجوها در لبنان یکی از بدعت‌های خطرناک در سوء استفاده از یک فناوری و وسیله ارتباط انسان با انسان برای قتل و کشتار و رعب‌افکنی بین انسان هاست که هم نقض فاحش قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی است و هم مصداق یک جنایت جنگی. طی هفته گذشته خب منطقه ما شاهد ادامه نسل کشی و تجاوزات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و لبنان بود که به شهادت تعداد زیادی از مردم در لبنان و غزه منجر شد. در یکی از این حملات ارتش اشغالگر روز یک شنبه خانه ای را در جبالیا در شمال نوار غزه بمباران کرد که بیش از 32 فلسطینی از جمله 13 کودک به شهادت رسیده و تعداد زیادی هم زخمی شدند. سازمان ملل اعلام کرده است که بیش از 70% شهدا در غزه زن و کودک هستند. سازمان بهداشت جهانی ابراز نگرانی شدید کرده است از احتمال قحطی فراگیر در شمال غزه. در لبنان نیز متاسفانه طی هفته گذشته حملات هوایی و بمباران مناطق مسکونی ادامه پیدا کرد که تعداد زیادی از مردم بیگناه در این کشور شهید و مجروح شدند. ما بر همبستگی خودمون با ملت و دولت لبنان در مقاومت مشروع و شرافتمندانشون علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی تأکید می‌کنیم، امری که در جریان همایش بین‌المللی مکتب نصرالله در روز شنبه به وضوح نشان داده شد. با توجه به اینکه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه هستیم، جا داره که باز به شهادت 3 خبرنگار دیگه در از جمله یک خواهر و برادر در جریان حملات رژیم صهیونیستی اشاره بکنیم که بدین ترتیب تعداد خبرنگاران شهید در غزه به نزدیک 190 نفر رسید. در عرصه سیاست و روابط خارجی و تحرکات دیپلماتیک، همانطور که در جریان هستید و هفته گذشته اعلام کردم، روز سه‌شنبه گذشته آقای دکتر عراقچی
سفری داشتن به اسلام آباد و گفتگوهای بسیار خوبی با مقام‌های ارشد پاکستان داشتند در مورد روابط دو جانبه، تحولات منطقه‌ای، گسترش روابط و مراودات دو جانبه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، انرژی و ارتقای امنیت مرزی. وزیر امور خارجه همچنین طی هفته گذشته گفتگوهای تلفنی با وزرای امور خارجه فنلاند و ترکمنستان داشتند در مورد مباحث مرتبط با روابط دو جانبه و تحولات منطقه. دیشب همونطور که در خبرها دیدید مشاور امنیت ملی عراق در رأس هیئتی به تهران وارد شدند و از دیروز مذاکرات مهمی با مقام‌های کشورمون داشتند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان هم سفری داشتند به ایران و با همتایان خودشون گفتگوهای خوبی رو برگزار کردند. امروز اجلاس سران کشورهای اسلامی و عربی در ریاض برقرار هست، اجلاسی که به درخواست جمهوری اسلامی ایران و چند کشور اسلامی دیگه برگزار میشه. آقای دکتر عراقچی وزیر امور خارجه در معیت آقای دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور در این نشست شرکت میکنن و مواضع و دیدگاه کشورمون رو در رابطه با مسائل منطقه و به ویژه نسل‌کشی در غزه و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان مطرح خواهند کرد. ما امیدواریم که این اجلاس سران کشورهای اسلامی منجر به شکل‌گیری یک روند و یک جریان مؤثر برای توقف تجاوزگری و جنگ افروزی رژیم صهیونیستی بشه. با این مقدمه من در خدمت دوستان هستم. سروسیما بفرمایید. با قوت خدمت شما. با توجه به اینکه چند ماه دو ماه کمتر از پایان دولت فعلی آمریکا باقی مونده و مردم آمریکا به نامزدی که وابسته بود به دولت فعلی خانم هریس رأی ندادن، به نظر شما این رأی ندادن مردم آمریکا و این رد کردن افکار عمومی آمریکا در دولت فعلی رو میشه ناشی از سیاست‌های این دولت و در واقع نهی مردم آمریکا به سیاست‌های این دولت در حوزه سیاست خارجی به ویژه جنایت‌هایی که در غرب آسیا مرتکب شدن دونه؟ الگوی رأی‌دهی مردم آمریکا موضوعی است که خب جای بررسی داره، موضوعی است مرتبط با خود آمریکا، اینکه به چه دلیل اقبال بیشتری یا کمتری به هر یک از دو نامزد وجود داشت، موضوعی است که حتما جای بحث داره و قطعا در جای خودش قابل بررسی. اما آنچه که مهم هست مربوط میشه به منطقه ما، یا اون چیزی که برای ما مهم است عملکرد آمریکاست در رابطه با منطقه غرب آسیا و جمهوری اسلامی ایران. واقعیت این هست که طی 4 سال گذشته سیاست خصمانه دولت آمریکا متاسفانه علیه ملت ایران تداوم داشت و دولت آمریکا موفق نشد به اون وعده ها یا ادعاهایی که در جریان کارزار انتخاباتیشون گفته بودن جامعه عمل بپوشونن، در رابطه با مذاکرات برجام، در رابطه با مباحث دیگه‌ای که مطرح کرده بودن. و به نظر من مهمتر از اون عملکرد دولت آمریکا در رابطه با امنیت و ثبات منطقه است، مشخصا در رابطه با نسل‌کشی در غزه و تجاوزات رژیم صهیونیستی در لبنان. همه ما میدونیم که دلیل عمده تداوم این جنایت در غزه و گسترشش به لبنان و بقیه بخش‌های منطقه حمایت همه جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی است، ارسال تسلیحات، کمک‌های سیاسی، ممانعت از هر گونه اقدام جدی در سطح شورای امنیت سازمان ملل و بقیه سازمان‌های بین‌المللی. این چیزی است که میراث بسیار نامبارکی رو بر جای می‌گذاره و امیدواریم که در فرصت باقی مانده دولت آمریکا ممانعت بکنه از تشدید جنگ افروزی و
ادامه جنایات در غزه و لبنان. و البته نکته دیگه‌ای که مهم هست این هست که دولت مردان آتی آمریکا از این وضعیت درس بگیرند و پایبند باشند به اون ادعاها یا وعده هایی که در جریان کارزار انتخاباتی دادند. مهم این است که منطقه، جهان اسلام، همه کشورهای جهان با دقت رفتار و عملکرد دولت آمریکا، چه دولت قبل و چه دولت آتی رو رصد می‌کنند و اون چیزی که انتظار جامعه بین‌المللی هست این است که از ادامه نسل کشی و جنایت و تجاوز در فلسطین و لبنان و تشدید ناامنی در منطقه غرب آسیا جلوگیری بشه. مهر. خدا قوت آقای بقایی. اقدامات و تمهیداتی که وزارت خارجه برای تداوم و تسهیل خدمات رسانی کنسولی به ایرانیان بعد از اعلام بسته شدن 3 کنسولگری ایران در شهرهای آلمان اتخاذ شده سوال من هست. ممنون میشم تشریح بفرمایید این اقدامات رو. در رابطه با اتفاقاتی که بعد از فوت یک تبعی ایرانی که خب دارای گذرنامه آلمانی هم هست، واکنش هایی که دولت آلمان در این باره نشون داد ما اعلام کردیم. واکنش ها واقعا ناموجه، غیر قابل توجیه و برای ما عجیب بود. این اقدام مشخصا موجب آزار و زحمت برای هموطنان ایرانی مقیم آلمان میشه در استفاده از خدمات کنسولی. ما از همون ابتدا تلاش کردیم که خدمات کنسولی بدون ایجاد مشکل قابل رفع، طبیعی است که یک سری از مشکلات به دلیل اینکه 3 کنسولگری مهم ما بسته خواهد شد ایجاد خواهد شد برای هموطنانمون. با وجود این از همون ابتدا اعلام هم کردیم، مجموعه تدابیر رو اتخاذ کردیم برای اینکه این زحمت و دردسر به حداقل برسه. چند نمایندگی ما که در مجاورت یا نزدیکی این 3 کنسولگری است بهشون مأموریت داده شده برای اینکه خدمات کنسولی ارائه بدن. ایالت‌های تحت پوشش سرکنسولگری فرانکفورت قرار هست که سفارتخانه‌هامون در پاریس، برن و بروکسل ارائه خدمات بکنن. ایالت‌های تحت پوشش سرکنسولگری هامبورگ به نمایندگی‌هامون در لاهه، کوپنهاگ و بروکسل مأموریت داده شده که ارائه خدمات بکنن و در مونیخ هم قرار شده که نمایندگی‌هامون در وین، پراگ و برن این کار رو انجام بدن. همه تلاش ما این هست که واقعا مراقب ارائه خدمات به هموطنانمون و متقاضیان خدمات کنسولی باشیم و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد. خب بیام این ور. فارس. شکر. سلام آقای بقایی، وقتتون بخیر، خسته نباشید. آقای بقایی، 2-3 هفته پیش من یه سوالی از شما پرسیدم در مورد وضعیت محمد رضا نوری، تبع ایرانی بازداشت شده در عراق. شما فرمودین که انشاءالله به زودی خبرهای خوشی را در این خصوص بشنویم. می‌خواستم ببینم که آخرین اقدامات و اگه خبر خوشی هست در این خصوص در اطلاع به اطلاع ما قرار بدید. بعد یکی هم در مورد بحث اتباع خارجی غیر مجازی که در ایران حضور دارن، می‌خوام ببینم که چه اقداماتی برای ساماندهی و در واقع بازگردوندن اونها انجام شده و آیا قرار هست اقداماتی صورت بگیره برای اینکه اونها رو به کشورهای ثالث یا کشورهای اروپایی منتقل کنیم. متشکرم. در رابطه سوال اولتون من میتونم این رو با قطعیت خدمتتون بگم که موضوع آقای نوری به عنوان یه تبعی ایرانی در هر گفتگویی که مقام‌های ما با همتایان عراقی داشتند مطرح بوده، جزء دستور کارهای ثابت ماست. سفارت ما در بغداد هم به صورت مستمر پیگیر این موضوع است و کماکان ما در این زمینه به صورت جدی پیگیر هستیم. در رابطه با سوال دومتون، خب موضوع ساماندهی
اتباع خارجی، اهم از مهاجر، آواره، در حیطه وظایف وزارت کشور هست و کارهایی که لازم هست انجام بدن رو در دستور کار دارند. چیزی که به ما به عنوان وزارت خارجه مربوط هست، حضور قانونمند اتباع خارجی در کشور هست و این که اطمینان حاصل بکنیم ورود اتباع خارجی به صورت متعارف و قانونی انجام میشه. در این حال در رابطه با سایر موضوعات هم دیدگاهامون رو با مراجع زیرب در میون میگذاریم. نکته پایانی سوالتون فکر میکنم در چارچوب‌های مربوطه اتباع خارجی مشکلی در رفتن به کشورهای ثالث از نظر ما نخواهند داشت. بفرمایید. بله بفرمایید. سلام های سخنگو، وقتتون بخیر. آقای شیبانی، نماینده ویژه وزیر امور خارجه در امور غرب آسیا، برگشتن به تهران تا گزارش به وزیر امور خارجه بدن. میخواستم بپرسم که ایشون مجددن برمیگردن به لبنان یا دستور کار دیگری در منطقه خواهند داشت؟ سوال دومم در خصوص سفر مشاور امنیت ملی عراق به ایران هست. با توجه به اینکه از بعد از حملاتی که اسرائیل به ایران داشت و مشخص شد که از آسمان عراق صورت گرفته، بغداد نگرانی‌هایی در خصوص اینکه خاک عراق یا آسمان عراق محل تخاصم ایران و اسرائیل بشه، نگرانی هایی داره. گویا در این خصوص پیامی هم از آمریکا برای ایران آورده. میخواستم اگر امکان داره جزئیاتی در این خصوص بفرمایید. متشکرم. در رابطه با سوال نخستتون، آقای شیبانی نماینده وزیر امور خارجه در منطقه غرب آسیا هستند. به طور خاص در با توجه به شرایط جدیدی که در لبنان ایجاد شد و جراحت سفیرمون بر اثر حمله تروریستی رژیم صهیونیستی در حادثه انفجار پیجوها، ایشون اعزام شدن و همونجور که دیدید گزارش خودشون هم تقدیم آقای وزیر کردن. در ادامه هم قطعا با توجه به اینکه ایشون از متخصصان ما هستن در این حوزه، از خدمات ایشون استفاده خواهد شد. در رابطه با سوال دومتون راجع به عراق، خب از همون ابتدا اعلام شد که رژیم صهیونیستی در اجرای عملیات تجاوزکارانش علیه جمهوری اسلامی ایران از فضای در اختیار آمریکا در عراق استفاده کرده است. این به معنی نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی عراق بود. قاعدتا هر دولتی نسبت به نقض حاکمیتش حساس هست. ما از سخنگوی نخست وزیری عراق شنیدیم و در یک کنفرانس مطبوعاتی فکر می‌کنم صراحتاً اعلام کردن که دولت عراق اعتراضی رو رسماً نزد سازمان ملل ثبت خواهند کرد. ما البته متن اعتراض عراق رو ندیدیم، ولی می‌دونیم که طبق گفته سخنگوی نخست وزیری قرار بود که نسبت به سوء استفاده رژیم صهیونیستی از قلمرو عراق برای تعرض به خاک جمهوری اسلامی ایران اعتراض بکنن. حتما در این زمینه آمریکا هم مقصر هست، به خاطر اینکه گفته شد نوعی سوء استفاده مشترک توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا بوده. در رابطه با ما، تکلیف ما روشن هست. ما همواره با قاطعیت اعلام کردیم که نسبت به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی کشورها پایبند هستیم و کماکان سیاست همسایگی و سیاست حسن همجواری همین رو ایجاب میکنه. بفرمایید. سلام آقای بقایی، ممنون از وقتی که دادید. آقای بقایی، همونطور که اشاره کردید آقای دکتر عارف به همراه آقای دکتر عراقچی برای شرکت در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی عازم عربستان شدند. آیا ایران با توجه به اینکه این نشست اضطراری و درخواست جمهوری اسلامی ایران بوده، آیا ایران برنامه خاصی برای ارائه در این نشست برای پایان دادن به جنگ غزه و جنایات رژیم صهیونیستی داره؟ و اینکه اساساً این
اجلاس چقدر ظرفیت داره برای پایان دادن به این جنگ و ایستا کردن رژیم صهیونیستی از این جنایت ها. متشکرم. خب سازمان همکاری اسلامی به عنوان مجموعه‌ای متشکل از تمامی کشورهای اسلامی و کشورهای عربی منطقه ظرفیت بسیار بالایی برای بسیج جامعه جهانی، برای آگاهسازی جامعه جهانی نسبت به خطرات ناشی از ادامه نسل کشی و جنایات رژیم صهیونیستی داره. در این که چنین ظرفیتی وجود داره تردیدی نیست، به ویژه که الان سران کشورهای عربی هم همزمان که همه عضو البته سازمان همکاری اسلامی هستن، ولی به هر حال ترکیب این دو خودش معنادار هست. در سطح بین‌المللی سازمانی که از توان و ظرفیت و اختیارات لازم برای اقدام مؤثر برخوردار باشه شورای امنیت سازمان ملل هست که متاسفانه طی این یک سال به دلیل ممانعت آمریکا عملاً از هر اقدام مؤثری در مانده و به نوعی فلج شده. با وجود این رافع مسئولیت کشورهای منطقه و کشورهای سازمان همکاری اسلامی نیست. آنچه که مهم هست این هست که در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه و فراتر از اون اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی فرصتی رو فراهم می‌کنه برای اینکه کشورهای اسلامی دیدگاه‌هاشون رو تجمیع بکنن، مشورت بکنن در مورد گام‌های آتی و دیدگاه‌هایی که در از سوی برخی از کشورهای اسلامی به صورت مجزا مطرح شده. فرض بفرمایید بعضی از کشورها بحث تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی رو مطرح کردن، یا اخیراً یکی از کشورهای اسلامی بحث درخواست برای اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل رو مطرح کردن. اینجا فضایی است برای اینکه در بالاترین سطح این دیدگاه‌ها به اشتراک گذاشته بشه و در مورد نحوه اجرایی کردن اونها خصوصاً از طریق اعمال فشار بر سازمان‌هایی که ظرفیت این کار رو دارن، مشخصاً سازمان ملل و شورای امنیت، اقداماتی رو انجام بدن. ایرنا بفرمایید. سلام عرض می‌کنم جناب بقایی، وقتتون بخیر. جناب بقایی، اخیراً ما شاهد تصمیم دولت اوکراین مبنی بر ممنوعیت در واقع پروازهای هوایی ایران بودیم به این کشور، که حالا این هم متعاقب اون طرح اتحادیه اروپا، حالا با اون در واقع ادعای واهیه که ارسال در واقع موشک از ایران به روسیه صورت گرفته بودیم از طرف دولت اوکراین. اما خب این در حالیه که آقای زلنسکی در واقع در یک اظهار نظر خیلی صریح و شفاف گفتن که هیچ گونه اطلاعاتی در واقع مبنی بر اینکه چنین اتفاقی ارسال موشک یا هر چه از طرف ایران به روسیه رو ما نداریم. خواستم نظر جمهوری اسلامی ایران رو در موضع ما رو در واقع در قبال این تصمیم دولت اوکراین بدونم با توجه به صحبت آقای زلنسکی. صحبت های رئیس جمهور اوکراین خیلی گویا بود و صراحتا اعلام کردند که اگرچه به زعم اونها گفتگوهایی وجود داشته ولی موشکی تحویل داده نشده. این به نظرم فقط یک نمونه بود از مواردی که متاسفانه مبنای اقدامات ایزایی و تحریمی کشورهای اروپایی مبنای سستی است. آمریکایی‌ها هم یک ادعای مشابهی رو مطرح کردن و بلافاصله بعد از اون همون تحریم‌هایی که اشاره کردید از جمله در حوزه هواپیمای کشوری علیه جمهوری اسلامی ایران، در واقع علیه مردم ایران اعمال شد. من فکر می‌کنم کامل مشخص است، یعنی همه اقداماتی که بر مبنای یک ادعای نادرست صورت گرفته همش با تناقض مواجه میشه. و اگرچه ما از ابتدام گفته بودیم که این تحریم‌ها کاملا غیرقانونی است، ولی اون مبنای ادعایش را هم زیر سوال میبره. و واقعیت اینه که اصولا سوالی که پیش میاد این هست که چه نفعی مترتب است بر اصرار برخی از مقام‌های اوکراین برای گسترش دایره این منازعه. ما از ابتدا اعلام کردیم بخشی از منازعه اوکراین نیستیم، اصرار داریم بر این که گفتگو که اختلافات از طریق صلح‌آمیز و گفتگو حل بشه، کماکان پایبند هستیم به این
دیدگاه و متاسفیم واقعا که بعضی از مقام های اوکراین بر ادعاهای ضد ایرانی خودشون اصرار می‌ورزن. بفرمایید. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای کنعان. آقای بقایی عذرخواهی می‌کنم. با توجه به اصلاحات چندی قبل وزیر خارجه آلمان مبدی بر حالا حمایت و مشروعیت بخشیدن به حملات ارتش جنایتکار رژیم صهیونیستی به اماکن غیر نظامی که شامل حالا مدارس و بیمارستان ها هم شد و حالا افشای نقش نیروهای آلمانی یونیفل در روبودن یک شهروند لبنانی، ما همچنین شاهد بودیم که مصوبه ای اخیراً در مجلس آلمان تصویب شده که به بهانه منع یهود ستیزی در حمایت از رژیم و حالا سرکوب هر نوع صدای اعتراض و انتقادی در این کشوره. می‌خواستم در خصوص این اقدامات دولت آلمان بپرسم که چگونه این رو تفسیر می‌کنید؟ من سوال شما من رو به یاد یک جمله از یکی از فلاسفه مشهور آلمانی میاندازه که میگه تاریخ دو بار خودش رو تکرار میکنه، یک بار به صورت تراژدی و بار دیگر به صورت کمدی. الان متاسفانه فکر میکنم شاید تکرار تاریخ به صورت تراژدی کمدی هستیم، به این معنا که کشوری که متاسفانه خودش تاریخی داره که الان نمیتونن تاریخ 70-80 ساله اخیر از حیث جنایاتی که اتفاق افتاد و جنگی که بر جهان تحمیل شد خیلی قابل افتخار نیست، الان در میانه یک نسل کشی موجود، نسل کشی که داره در پیش چشمان دنیا اتفاق میفته و همه به صورت زنده دارن میبینن، در میانه همچی وضعیتی قانونی تصویب میشه به بهانه مقابله با یهودی ستیزی که عملاً مورد سوء استفاده قرار خواهد گرفت قطعاً برای جلوگیری از هر گونه انتقاد و اعتراض به نسل‌کشی موجود در غزه. من فکر می‌کنم خوبه گاهی وقتا نگاهی به تاریخ بیاندازیم ببینیم اصلاً یهودی ستیزی یا اون چیزی که بهش به عنوان آنتی‌سمیتیسم گفته میشه از کجا شروع شد؟ آیا از شرق شروع شد؟ آیا واقعا نگاه حداقل کشورهای اسلامی به یهودیت چیست؟ ما به عنوان مسلمان باور داریم که اعتقاد به ادیان ابراهیمی بخشی از یا لازمه معتقد بودن و باورمند بودن به عنوان یک مسلمانه، بنابراین تا جایی که به این منطقه محسوب میشه هیچ وقت بحث آنتی‌سمیتیسم وجود نداشته. من فکر میکنم کارهایی که الان صورت میگیره یا تصمیمهایی که الان صورت میگیره و عملا دستاویزی میشه برای جلوگیری از هر گونه اعتراض، انتقاد و خبررسانی در مورد جنایات رژیم صهیونیستی، باید مراقب باشیم که آیندگان ما بتونن بهش افتخار بکنن. من بیام این طرف. ایران پرس بفرمایید. سلام آقای بقایی، وقتتون بخیر. بعد از ادامه جنایات و نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه و فلسطین و به شهادت رسوندن بسیاری از سران حزب الله، این رژیم در تازه ترین ادعای خودش رئیس جمهور سوریه بشار اسد رو تهدید به ترور کرده. واکنش جمهوری اسلامی ایران نسبت به این ادعا رو بفرمایید. از حیث این که رژیم صهیونیستی از ابتدا تشکیلش، تداومش و ماندگاریش مدیون اقدامات تروریستی و خرابکاری و ایجاد جنگ و هرج و مرج در کشورهای دیگه بوده تردیدی نیست، بنابراین از این جهت خب حرف‌های تهدیدآمیز، تهدید به ترور امر تازه‌ای نیست، این بخشی از سیاست این رژیم بوده. اما مطمئناً کشورهای منطقه، همسایگان لبنان و فلسطین و بقیه کشورهای منطقه قطعاً برای مواجهه با این وضعیت حتماً تدابیر لازم رو اندیشیدن و در ادامه هم همین کار رو انجام خواهند داد. پرستیوی پلیس.
Thank you very much, Mr. Spokesman. In a recent statement on X addressing the U.S. elections, our foreign minister, Dr. Araghchi, highlighted that the path ahead is also a, quote, choice, and this choice begins with, quote, respect. And he also reaffirmed, and I'm quoting him, that Iran is not seeking nuclear weapons, period. This policy is based on our Islamic teachings and security calculations. Mutual trust building is required. Now, this is not a one-way street, and in this context, we really need some clarifications from your part. Thank you very much. Also, what is your response to allegations raised against Iran by the United States, including interference and sabotage, etc.? سوال اولتون احترام یا ریسپکت یک واژه احساسی یا انتزاعی نیست. احترام در قاموس روابط و حقوق بین الملل معنای مشخص و عملیاتی داره، به این معنا که وقتی میگیم احترام یا احترام متقابل، به این معناست که احترام به همه اصول و قواعد حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل متحد و قواعدی که مبنای روابط بین دولت هاست. اصل منع توسل به تهدید یا استفاده از زور، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، اصل احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورها، خودداری از تهدید و تحریم و ارعاب. اینها مواردی است که در رفتار و عملکرد کشورها خودش رو نشون میده و معتقدیم این چیزی است که در رفتار آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران همیشه ناموجود بوده است. بنابراین منظور از احترام یا ریسپکت احترام به همه اون قواعد و مقرراتی است که لازمه زیست همراه با صلح بین کشورهای مختلف است. در مورد سوال دومتون، واقعیت این هست که اولا بسیار جای تأسف است که مراجع زیربط آمریکایی به این راحتی اعتبار خودشون رو به مزایده میگذارند برای طرح موضوعاتی که هیچ مبنای واقعی نداره، بر اساس یک سری سناریوهای موهوم ساخته شده و متاسفانه سابقه هم داره. در فکر میکنم 13 سال پیش در همین ایام، در اکتبر 2011، دولت وقت که اتفاقا دولت دموکراتی هم بود، موضوع مشابهی رو مطرح کرد مبنی بر تلاش ایران برای ترور یک مقام ارشد منطقه. کاملا مشخص بود که این طراحی برای ایجاد تفرقه و دوگانگی بین دو کشور مهم منطقه طراحی شده بود و اونقدر بی‌پایه و اساس بود که حتی خود آمریکایی‌ها هم بعد از مدت کوتاهی از پیگیریش منصرف شدن. من خاطرم هست که در همون زمان بحثایی مطرح شد مبنی بر این که خب اگر مدعی هستید یک تبعی ایران درگیر بوده اجازه دیدار کنسولی بدید، جوابی نگرفتیم. من فکر می‌کنم این هم در ادامه اون هست. اما نکته‌ای که مشخصه یا نکته‌ای که باید نسبت بهش دقت کرد اون چیزی است که من ازش به عنوان مین‌گذاری روابط بین کشورها نام می‌برم. در مواردی دولت‌های قبلی رفتارهایی را انجام می‌دادن با این هدف که مسیر پیشرو برای جانشینانشون رو سنگلاخی یا مشکل دار بکنن و اون چیزی است که فکر می‌کنم در هم افکار عمومی آمریکا و هم در مقامات سابق و آتی آمریکا به اندازه کافی انسان باهوش وجود داره که این شرارت نهفته در این سناریو سازی رو تشخیص بدن. سیاست روز بفرمایید. سلام، وقت بخیر. در مورد سفر آقای گروسی به تهران که چهارشنبه شب خان تشریف بیارن، ایشون گفتن که
این سفرم به تهران داره اهمیته. حالا من خواستم بپرسم که یک، اهمیت سفر ایشون برای ایران در چه، یعنی ابعاد سفر، اهمیت سفر ایشون برای جمهوری اسلامی ایران، چون حتی برخی از نماینده های مجلس هم انتقاداتی نسبت به سفر ایشون داشتن، حالا نام نمیبرم، و اینکه هم خب البته طبیعی است در یک جامعه‌ای که مطبوعات پویا و فعال هستن در مورد هر موضوع سیاست خارجی یا سیاست داخلی صحبت و گفتگو صورت بگیره. اما در رابطه با سفر آقای مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به تهران، این سفر رو در ادامه تعاملات و گفتگوهای ایران با آژانس در نظر بگیرید. ضرورتاً امر جدیدی نیست. ما به عنوان یک کشور عضو NPT، کشور عضو آژانس و فعال در که دارای برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای فعال هست، مراودات مستمری با آژانس داریم و فکر می‌کنیم که این دیدارها علاوه بر این که باعث میشه درک طرفین نسبت به ملاحظات و نگرانی‌های همدیگه بیشتر بشه، میتونه کمک بکنه در بهبود تعاملات و همکاری‌ها بین دو طرف. آقای بقیه، چون همیشه سفری شما حواشی همراه بوده، شاید نقد برخی منتقدان حتی در جایگاه منصب نمایندگی ملت هم بر این مبنا بوده، اینو من یادم رفت. خب سوال مشخص؟ خیلی متشکرم، بفرمایید. علاحت السلام عليكم، شكرا جزيلا السيد بقائي. إذا سمحت لي بتوضيحات أكثر حول زيارة السيد قاسم الأعرجي إلى العاصمة الإيرانية طهران، ما نتائج هذه المباحثات التي عقدت ليلة أمس في الخارجية الإيرانية، خصوصا أن عدد من الشخصيات التي رافقت السيد قاسم الأعرجي هي من إقليم كردستان العراق، هل هنالك إضافات على الاتفاقية الأمنية بين البلدين، وما مستوى هذه الإضافات؟ این سفر خب سفر مهمی بود در ادامه گفتگوها و رایزنی‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف، ولی مشخصاً در رابطه با ارتقای امنیت مرزی، تفاهم امنیتی که از قبل بین ما وجود داشت، امیدواریم که در خلال این رفت و آمدها منجر به تثبیت و تقویتش بشه. هدف گذاری ما روشن هست برای اینکه با کمک هم، با هماهنگی هم دیگه، ثبات و امنیت در مرزهای مشترک رو تأمین و تضمین بکنیم. در گفتگوهایی که با آقای دکتر عراقچی داشتن و خبرش رو هم ما منتشر کردیم و با بقیه مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران، این موضوعات مطرح شد و فکر میکنم انشاءالله در آینده نتایج مثبت این سفر رو از حیث ارتقای امنیت در دو سوی مرز خواهیم دید. بفرمایید. در حال انجامه. خبرنگارم در همه جایی که سفرامون دوره مأموریتشون به اتمام رسیده یا در حال اتمام هست، موضوع در دستور کار جدی وزارت امور خارجه است و به تدریج سفرهایی که تعیین خواهند شد اعلام خواهیم کرد. تعداد دقیق رو باید سوال کنم. Thank you.
در مورد تناقضات و تعارضاتی که در موضع‌گیری کشورها آمریکا، کشورهای غربی حامی رژیم صهیونیستی وجود داره دیگه تردیدی نیست و فکر می‌کنم این رسالت شما خبرنگاران هست که این رو تبیین کنید در مورد استانداردهای دوگانه در برخورد با موضوعات مشابه. ببینید، ما سفر آقای گروسی به تهران رو فارغ از به هر حال در بستر خیلی مشخصی داره انجام میشه. ما متوجه فضای منطقه و تحولات منطقه و بین المللی هستیم. در این حال ما به عنوان عرض کردم به عنوان عضو پایبند نسبت به تعهداتمون در آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای تعهداتمون رو جدی میگیریم. همواره هم اعلام کردیم که آژانس و شخص مدیر کل، شخص آقای گروسی، انتظار میره که به دور از فشارهای سیاسی و فضاسازی‌های دیگران چه در منطقه چه خارج از منطقه به صورت مستقل و حرفه‌ای کار خودشون رو انجام بدن و این روشی است که فکر می‌کنم همکاری جواب خواهد داد، یعنی برخورد مستقل، حرفه‌ای و فنی آژانس با موضوعات مرتبط با دستور کارهاش و صلاحیت‌هاش. سوال دیگه‌ای هم بود؟ این که ایران در رابطه با موضوع سلاح هسته‌ای موضعش چیست؟ موضع روشنی است. من فکر می‌کنم هر هفته هم تکرار کردم که آقای دکتر عراقچی هم در توییتی که اخیراً زدن خیلی صریح اعلام کردن مردود دانستن سلاح کشتار جمعی از جمله سلاح هسته‌ای هم به عنوان یک فتوای مذهبی و هم به عنوان بخشی از سیاست محاسبه شده ما در حوزه دفاعی امری روشن هست. بفرمایید. سلام عرض میکنم آقای بقایی. یک سری خبرها هست در رابطه با قطعنامه‌ای در شورای امنیت برای آتش بس در جنگ غزه. منابع اسرائیلی مدعی شدن که احتمالاً این بار آمریکا وتو نخواهد کرد و حمایت میکنه. اول اینکه میخوام بدونم ما در جریان این قطعنامه هستیم و اینکه گفته میشه احتمال حمایت هست با توجه به اینکه دو ماه آخر آقای بایدن هست و یکی از نظریه ها فشار حداکثری بایدن در این دو ماه خواهد بود، ارزیابی شما چه هست؟ و سوال بعدیم در رابطه با بحث احتمال جابجایی حماس هست از قطر. ما بیانیه وزارت خارجه قطر رو داشتیم اوایل هفته که نشونه بارزی بود برای اینکه تمایل نداره دیگه میانجیگری کنه و هر دو طرفو تقریبا به یک میزان داشت سر برای به نتیجه نرسیدن مذاکرات نشون میداد. 5 تا کشور به عنوان میزبان داره معرفی میشه: الجزایر، لیبی، ترکیه، امارات و ایران. آیا ایران احتمال این که بخواد میزبان حماس باشه رو واسش وجود داره یا نه، به خصوص که ما نه مذاکره مستقیمی با آمریکا داریم و نه با اسرائیل میتونیم در میانجیگری کمکی بکنیم؟ متشکرم. شد 3-4 تا سوال. در مورد قطعنامه شورای امنیت، خب طبیعی است نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل یکی از وظایفش پیگیری و رصد تحولات در سطح شورای امنیت و بقیه نهادهای سازمان ملل هست. در جریان ارائه این پیشنویس و مذاکراتش هستیم، دیدگاهمون رو هر جا که لازم باشه بیان می‌کنیم. در مورد اینکه چه خواهد شد، اجازه بدید که حدس و گمان نزنیم. اون چیزی که برای ما مهم هست، فارغ از این که در چه دوره ای دولت‌های آمریکا قرار داشته باشند، عمل کرده اونهاست. فکر می‌کنم این خواست جامعه جهانی است، خواست منطقه است، خواست جامعه جهانی است که هرچه سریع‌تر نسل‌کشی در غزه متوقف بشه. و دنیا طی یک سال اخیر شاهد بوده که دلیل اصلی ادامه این وضعیت حداقل در سطح شورای امنیت و اینکه شورای امنیت موفق به هیچ اقدام جدی نشده، ممانعت آمریکا بوده. امیدواریم که از به خواست ملت‌های منطقه، به حق مردم فلسطین برای حیات و به قوانین و مقررات بین‌المللی مبنی بر تعهد همه دولت‌ها برای جلوگیری و مقابله با نسل‌کشی
و مقابله با جنایت جنگی احترام بگذارن و اجازه بدن که این امر حاصل بشه. در مورد ادامه سوال هاتون اجازه بفرمایید که باز من وارد گمان زنی نشم. بیانیه هم حماس و بیانیه قطر در این مورد خیلی روشن بود. بفرمایید شبستان. سلام و خسته نباشید، عرض میکنم خدمتتون. سوال من در خصوص بستن مراکز اسلامی هست. آیا با توجه به اقدام اروپا در بستن مراکز اسلامی، جمهوری اسلامی اقدام قانونی در این زمینه داشته یا خیر؟ در مورد بحث کنسولگری ها هم این تعطیلی رو مشاهدیم، آیا اقدام قانونی تا الان داشتیم بر مبنای ممانعت از این کار اروپا یا خیر؟ متشکرم. در مورد کنسولگری ها فکر میکنم جواب دادم. یک تصمیم سیاسی بوده، تصمیم سیاسی که از نظر ما ناموجه و غیر قابل قبول هست، به دلیلی که هم هفته گذشته و هم در پاسخ به سوال یکی دیگه از همکارانتون اشاره کردم. در این حال باز همونجور که عرض کردم، ما در ارتباط هستیم با دولت آلمان برای اینکه ببینیم چجوری میتونیم زحمت اضافه‌ای که برای هموطنانمون ایجاد میشه رو کم بکنیم. در رابطه با مراکز اسلامی، خب این مراکز میدونید سابقه بسیار طولانی دارن، چند دهه بانی ارتقای رابطه مردم با مردم بودند و بنابراین باز جای تأسف هست که بر اساس یک سری برداشت‌های سیاسی این اتفاق برای مراکز ما افتاد. این مراکز به صورت مستقل کار خودشون رو دارن از حیث پیگیری‌های حقوقی ادامه میدن و امیدواریم که در این زمینه هم تجدید نظر صورت بگیره در مورد با توجه به تبعاتی که این گونه اقدامات بر ادامه ارتباطات فیما بین دو ملت ایران و آلمان ایجاد خواهد کرد. اکو ایران بفرمایید. سلام آقای بقایی. آقای بقایی، بر اساس مصاحبه که آقای عراقچی داشتن با یک شبکه آلمانی، آیا ایشون در خصوص مذاکره با اروپایی ها صحبت کردن؟ آیا اراده جدیدی در باز تعریف ارتباط ما با اروپا توی دیپلماسی، دستگاه دیپلماسی ما تعریف شده به تو، یعنی نو باشه این روابط بعد به شکل دیگه ای باشه؟ در خصوص سفر آقای گروسی هم دوستان سوال پرسیدم، ولی من به طور مشخص میخوام بدونم که ایشون طبق بیانیه که اومده بیرون با وزیر خارجه دیدار خواهند کرد و گفته شده که در راستای بیانیه مشترک 4 مارس 2023 این سفر انجام میشه. با اتفاقاتی که در شورای حکام قبلی اتفاق افتاد و تندروی هایی که اروپایی ها ما دیدیم در شورای حکام گذشته، آیا این یعنی این بیانیه مشترکی که صادر شده ما بر اساس همون میخوایم عمل بکنیم یا به دنبال توافقات جدید با آژانس هستیم؟ بیانیه اسفند 1401 در اون شرایط یکی از چارچوب هایی بود که تدوین شد برای ادامه گفتگوها بین ایران و آژانس. وزن و جایگاه اون بیانیه بیانیه است. در ادامه مسیر حتما اتفاقاتی که در شورای حکام میفته یا افتاد اثرگذار هست. این همون چیزی که من عرض کردم، آژانس باید بتواند به دور از فشارهای سیاسی که از طرف بعضی از کشورهای اروپایی و آمریکا اعمال میشه بتونه کار خودش رو انجام بده. قطعا این رفتارهای سیاسی در آژانس مخل همکاری معمول و طبیعی ایران و آژانس است. راجع به سوال اولتون، ببینید من فکر نمی کنم بشه جدید و قدیم، یعنی روابط کشورها بتونیم توصیف کنیم به عنوان روابط جدید یا قدیم. روابط بین هر دو کشوری یا هر چند کشوری پویاست و طبیعی است که کشورها با پشتوانه تاریخی، سوابقی که از رفتارهای متقابل وجود داره، روابطشون در آینده تنظیم میکنن. رابطه ما هم با کشورهای اروپایی
خارج از این قاعده نیست، یعنی رابطه ما و کشور اروپایی دارای فراز و نشیب‌های متعدد و متفاوتی بوده. هنر این هست که ما بتونیم با درس گرفتن از این فراز و فرودها بتوانیم رابطه ای رو و چارچوبی رو تعریف بکنیم که خیر و صلاح دو طرف در اون باشه. جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت با هیچ طرفی به دنبال تنش نبوده. جماران متشکرم آقای سخنگو. ظرف دو سه ساعت اخیر یک خبری اومده که حالا من نمیدونم شما میتونید اطلاعاتی در این باره بهمون بدید یا نه. وزیر امور استراتژیک اسرائیل ظاهرا سفر مخفیانه‌ای به روسیه داشته و گفته میشه که این سفر بخشی از تحرکات دیپلماتیک برای دستیابی به آتش بس در لبنان بوده. همزمان رادیو ارتش اسرائیل ادعای کرده مبنی بر اینکه یک طرح روسی، اسرائیلی، آمریکایی برای آتش بس در لبنان در دست تهیه است و گفته میشه که مبنای این طرح اینه که روسیه ضمانت کنه که از سوریه کمکی به حزب الله لبنان نرسه. با توجه به رابطه‌ای که ما با روسیه و تقریبا میشه گفت اتحادی که با روسیه در بحث سوریه داریم، آیا روسیه مشورت‌هایی با طرف ایرانی داشته در این زمینه و نظر ما چیه؟ با توجه به اینکه ممکنه نسبت به این سوال پاسخ خیلی چیز نتونیم دریافت بکنیم، درباره انتقال جسد آقای شارمهد به آلمان و اینکه آیا درخواستی مطرح شده بود، آقای عراقچی گفته بودن اگر که درخواستی بشه امکان هست که این جسد منتقل بشه و شاید برخی ابهامات هم در مورد نحوه مرگ ایشون رفع بشه. متشکرم. ما طبیعی است که همه تحولات منطقه رو با دقت رصد می‌کنیم. آنچه که در منطقه در حال وقوع است و به طور خاص در این یک سال برای ما اهمیت بسیار زیادی داره و طبیعی است که بنا به شرایط و با توجه به مقتضیات تصمیم خودمون رو خواهیم گرفت و در این حال حتما با شرکای خودمون هم در ارتباط هستیم، با دوستانمون در منطقه و خارج از منطقه. در مورد سوال دومتون، به صورت کلی موضوعات مرتبط با انتقال متوفا در هر وضعیت فرضی چیزی است که طبق قوانین داخل ایران وضعیتش روشن هست و بر همون اساس اگر درخواستی باشه با توجه به قوانین داخلی ایران در موردش اقدام خواهد شد. رادیو جوان. سلام آقای دکتر بقایی، ممنونم ازتون. اگر اجازه بدید من دو موضوع رو خدمتتون مطرح بکنم. یکی با توجه به اینکه خود آقای ترامپ هم تمایل داره که هر چه زودتر دو طرف درگیر در جنگ غزه به یک آتش بس برسن، موضع‌گیری ایران چطور خواهد بود؟ آیا با توجه به تحولات منطقه خود ترامپ حالا یک منافعی براش هست که میخواد به این صلح برسه؟ و یکم در خصوص اینکه برخی از تحلیلگران سیاسی این عقیده رو دارن که ترامپ از طریق ارائه مشوق‌های اقتصادی به دنبال این هستش که یک برجام دیگه ای رو، یعنی به جای برجامی که برنامه دیگه رو برای موضوع ایران در نظر بگیره. اگر راجع به این موضوع مطلبی هست بفرمایید ممنون میشم. مخاطب سوال اولتون من نبودم، ولی در مورد سوال دومتون، خب موضوع ما خیلی روشن هست در رابطه با موضوع هسته‌ای. ما در عین اینکه همواره اعلام کردیم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کاملا ماهیت صلح‌آمیز داره و به این پایبند هستیم و در کنارش ما سندی مشخص به عنوان برجام داریم که این سند کماکان وجود داره. در بخشایی از این سند با توجه به اینکه مواردی تاریخ‌هاش منقضی شده ممکن است لازم بشه به بعضی باز بروز رسانی‌ها یا بازنگری‌ها، که این از مدت قبل موضوع صحبت ما با طرف‌های عضو برجام بود و متأسفانه به دلیل برخی تحولات متوقف شد. کماکان موضع ما در این زمینه روشن هست. CBS News, Sid Rainbatai. Good morning, Mr. Spokesman. The U.S. Department of Justice brought criminal charges against some IRGC members or affiliated operatives for plotting an assassination against Donald Trump. What is the Iranian government's position on this or response? And if possible, what is the latest update on an American citizen who is reported to be detained recently in Iran? Is there any ongoing negotiations on his release?
اون خبری که ما داریم این هست که یک تبعی ایرانی، ما از اخبار دیدیم که یک تبعی ایرانی دستگیر شده، تبعی ایرانی بوده. این که باز عرض میکنم تابعیت جای دیگری داشته باشه دست کم بنده اطلاعی ندارم. ما با نهادهای زیرب در ارتباط هستیم برای اینکه ببینیم که وضعیت به چه شکل بوده. در مورد سوال اولتون من پاسخ رو دادم، عرض کردم که در این مورد توییتی هم زده شد که هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ موضوعی طرح این ادعا، این اتهام کاملاً مشکوک و به نظر من شرورانه است. چیزی که من ازش اسم بردم، عرض کردم، نوعی مینگذاری در یا یکی دیگر از مینهایی است که در روابط بسیار پیچیده ایران و آمریکا میشه ازش تلقی کرد. ما صراحتاً هر گونه دخالت در چنین مواردی رو رد کردیم، کاملاً بی اساس میدونیم و اشاره کردم که نمونه های مشابهی هم متاسفانه وجود داره. این اعتقاد وجود داره که واقعاً سیستم قضایی آمریکا هم متاسفانه تحت تأثیر برخی کلیشه ها و برخی و تکرار برخی اتهام های ناروا علیه جمهوری اسلامی ایران در این 30-40 سال به صورت، ببخشید این کلمه انگلیسی رو به کار میبرم، به صورت دیفالت جانبدارانه از همون ابتدا به صورت پیشینی عادت دارن به طرح ادعاها و اتهام علیه ایران که هیچ مبنای واقعی واقعا نداره. آقای ببخشید دیپلماسی ایرانی. حسن همشون آقای سخنگو. آقای قاسم العرجی در دیداری که با وابسته نظامی ما در عراق یک روز قبل از سفرشون به تهران داشتن، نسبت به استفاده از حریم زمینی یا هوایی عراق علیه هر طرفی هشدار دادن، منظورشون علیه اسرائیله. وزیر امور خارجه عراق نیز در موضع مشابهی اعلام کرده که کشورش اجازه نخواهد داد از حریم هوایی عراق علیه طرف ثالثی استفاده بشه. وزیر امور خارجه امریکای آنتونی بلینکن در گفتگوی تلفنی که دو روز پیش با آقای محمد شیا سودانی نخست وزیر عراق داشتن، نسبت به هر گونه حمله به اسرائیل از خاک عراق توسط ایران و گروه‌های وابسته به ایران، آنطور که خودشون گفتن، هشدار دادن و گفتن اگر هم اسرائیل به عراق بخواد حمله کنه آمریکا نمیتونه جلوش رو بگیره. روزنامه الجریده دیروز گزارش رو منتشر کرده که گفته دولت آمریکا در حال فشار سنگین به ایرانه که از اقدام تلافی جویانه خودش در نسبت به عمل خصمانه اسرائیل به ایران جلوگیری کنه. میخواستم بنام آیا پاسخ برای این سوال ها و آیا این که قرار از خاک عراق استفاده بشه یا سفر آقای عرجی پاسخ به این صحبت ها هست دارید؟ متشکرم. سفر مشاور امنیت ملی عراق، تکرار میکنم، در ادامه گفتگوها و تعاملات بین دو کشور در رابطه با موضوعات امنیتی بود است. در رابطه با نقل قول هایی که از مقام های عراق کردید، بر همین اساس است که معاون نخست وزیر، سخنگوی نخست وزیر عراق هم اعلام کرد که نسبت به سوء استفاده از قلمرو عراق برای تعرض به حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران نامه‌ای را نزد سازمان ملل ثبت کردند. تا اونجایی که به ما مربوط میشه، ما همیشه گفتیم ما پایبند هستیم به اصول و موازین بین المللی در مورد احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورها و این یک موضوع اصولی است. روزنامه جوان. سلام آقای بقایی، وقتتون بخیر. نخست وزیر مالزی دیروز اعلام کرده که کشورش در حال تهیه پیشنویسی برای اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل هست. می‌خواستم ببینم که جمهوری اسلامی ایران چقدر در جریان تهیه این پیشنویس هست و اصولاً اجماع درباره این چنین پیشنویسی رو و اینکه بتونه نتیجه بخش باشه رو چقدر ارزیابی می‌فرمایید؟ متشکرم. این یک خاص طبیعی جامعه جهانی است، به خاطر اینکه
طرفی که رسما هیچ اعتقادی به اصول و اهداف سازمان ملل متحد نداره صراحتا دبیر کل سازمان ملل رو تهدید میکنه، عنصر نامطلوب اعلام میکنه، به صلح‌بانان، به نیروهای یونیفل در لبنان حمله میکنه، تعداد زیادی بیشتر از 230-240 نفر از کارکنان سازمان ملل رو میکشه، آنروا رو تعطیل میکنه. در سازمان ملل در پیش چشم همه منشور سازمان ملل متحد رو پاره میکنه، هیچ اعتقادی به اصول و اهداف و قواعد مندرج در سازمان ملل نداره و واقعا شایسته عضویت در سازمان ملل نیست. این طرح کشورهایی در سطح سازمان همکاری اسلامی هم مطرح است، همونجور که اشاره کردید یکی از کشورهای اسلامی این رو مطرح کرده و قاعدتا هر کشوری که باور جدی و قطعی داشته باشه نسبت به حاکمیت قانون در سطح بین المللی قاعدتا از این طرح حمایت میکنه. خب بفرمایید. بفرمایید. سلام عرض ادب. In reaction to the US elections, Iranian officials have repeatedly stated that they are looking at the change of policies of conduct rather than change of administrations. What kind of change in US policies do you expect from the new US administration? من در اشاره به مفهوم احترام که در یکی از خبرنگاران با استناد به توییت آقای وزیر امور خارجه سوال کردن توضیح دادم که منظور از احترام متقابل چیست. همون رو شما میتونید تسری بدید به عملکردی که انتظار میره از هر دولت یا هر ادمنستریشنی در آمریکا، برخورد محترمانه و قائل بودن به منافع و نگرانی‌های متقابل ایران در منطقه و قائل بودن به این که با تهدید و تحریم و ارعاب نمیتوان با ملت ایران سخن گفت. بفرمایید. سلام آقای بقایی، خسته نباشید. من صالحی خواه هستم، خبرنگار فرارو. آقای بقایی، یکی از همکارانم راجع به بحث اوکراین سوال پرسیدن، ولی خب از اونجایی که موضوع بسیار موضوع مهمی هستش به خصوص برای ایران، از یک زاویه دیگه اگر اجازه بدید من این سوال رو مطرح بکنم. ادعای واهی ارسال موشک به اوکراین و دخالت ایران در این جنگ از زمانی که این در واقع بحران آغاز شده دستمایه اقدامات ضد ایرانی زیادی قرار گرفته، به خصوص از سمت اروپایی ها. یعنی یک تحلیلی وجود داره که قطعنامه در واقع پیشنهادی ترویکای اروپایی در شورای حکام که ما هم اون رو و گروه های همفکر هم اون رو به عنوان یک در واقع اکت سیاسی تحلیلش کردن، یکی از دلایلش در واقع اون ادعایی هستش که میگن ایران امنیت اروپا رو به خطر انداخته. تحریم هایی هم که اخیراً اتفاق افتاد، در حالی که ما چند صد هزار در واقع آمار سال 99 خود وزارت خارجه میگه که ما فقط در آلمان بالای 300 هزار نفر تبعه داریم و خب این تحریم هوایی بسیار مشکل آفرین شده برای مردم. با توجه به اظهارات اخیر آقای زلنسکی مبنی بر این که دیگه توی اوکراین دیگه غیر از رئیس جمهورشون کی باید بیاد این ادعا رو به قول معروف رد بکنه، آیا تماسی بین دو طرف در واقع برقرار شده مبنی بر این که آقا شما بیاید و این اشتباهاتتون رو جبران بکنید با توجه به یک سری ادعاهای واهی اقدامات جدی علیه ایران اعمال کردید؟ این رو اگر بفرمایید ممنون میشم. در بالاترین سطوح آقای دکتر عراقچی طی توییت این موضوع رو خاطر نشان کردن و مطمئناً همه دنیا این توییت رو دیدن، موضع ما رو دیدن. در سطح دو جانبه ما دیپلمات هایی رو در هر دو کشور داریم و کماکان من میتونم خدمت شما این رو عرض بکنم که امیدواریم واقعا به جای اصرار بر ادعاهای بی‌مبنا و نادرست که موجب شکاف غیر ضروری بین ملت ها میشه تلاش بکنن برای پایان دادن به این منازعه بر مبنای گفتگو و از طرق دیپلماتیک.
من دو سوال دیگه جواب میدم و بعد با عزتون ختم میکنیم. روز پلاس بفرمایید. وقتتون بخیر باشه آقای بقایی. روز گذشته علاوه بر تماس تلفنی محمد بن سلمان آقای رئیس جمهور، رئیس صدات کل نیروهای مسلمان عربستان هم به تهران اومدن. توضیحاتی بفرمایید در خصوص آخرین وضعیت همکاری ایران و عربستان و خصوص بحث همکاری‌های نظامی دفاعی. یه موضوع دیگه، امروز فاز اول اتصال شبکه بانکی ایران و روسیه انجام شده، گفته شده حالا کشورهای دیگه هم به این شبکه اضافه میشن. لطفاً جزئیاتی از این توسعه بین‌المللی شبکه بانکی بفرمایید. ممنون. جزئیات رو توصیه میکنم از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد سوال بکنید. در رابطه با سوال نخستتون، گفتگوها و رایزنی‌های ایران و عربستان به صورت مستمر و خیلی مفید طی یکی دو سال گذشته در جریان بوده. سفر مقام ارشد دفاعی عربستان هم در همین راستاست و امیدواریم که این گفتگوها مبنای لازم رو برای تقویت بیش از پیش روابط در همه حوزه‌ها فراهم بکنه. بفرمایید. سلام علیکم، وقت شما بخیر. جناب بقایی، در مورد سفر مقام عربستانی، خب این نشون میده که روابط ایران عربستان داره بهبود پیدا میکنه، اما از طرفی با توجه به اینکه آقای ترامپ رئیس جمهور شدن و احتمالاً تلاش میکنن که روابط عربستان و اسرائیل رو بهبود ببخشند، اون بهبود احتمالی چه تأثیری بر روابط ایران عربستان خواهد داشت؟ در مورد سفرهای گروسی هم ممنون میشم که جزئیات رو ارائه بفرمایید که با کیا دیدار خواهند داشت. خیلی متشکرم. در مورد جزئیات حتما دوستان سازمان انرژی اتمی ابعاد فنی موضوع رو بیشتر توضیح خواهند داد هر زمان که لازم بدونن. من فقط همین رو میتونم عرض بکنم خدمت شما که ایشون دیدارهایی با علاوه بر رئیس سازمان انرژی اتمی با وزیر امور خارجه و با رئیس محترم جمهور هم دیدار خواهند داشت. سوال اولتون، ببینید، ما در منطقه زندگی میکنیم و کشورهای منطقه الحمدلله به این بلوغ و به این درک مدت هاست رسیدن که اون چیزی که امنیت، ثبات و رفاه مردمان منطقه رو تأمین میکنه تقویت ارتباط، تقویت روابط و مراودات بین کشورهای منطقه است. ما به سیاست همسایگی و حسن همجواری مثل همیشه کاملا ملتزم هستیم و اطمینان داریم که ادامه این روند باعث ارتقای ثبات و صلح و رفاه اقتصادی برای مردمان منطقه غرب آسیا مشخصا در حوزه در خلیج فارس خواهد شد. خیلی متشکرم.